زیبا در حال آماده شدن برای رفتن به عروسی دخترشه که به صورت ناگهانی درست در روز عروسی با یه باند خلافکار روبرو میشه. بعدش تو خونه خودش اسیر این باند تبهکار میشه و داستان زمانی حساس تر میشه که دختر زیبا برای برداشتن وسایل در حال حرکت به سمت منزل مامانشه. حالا زیبا برای نجات جون دخترش و در امان نگه داشتن جونون باید دست به مبارزه با یک دسته از قاتلا بندازه. باید تا زمان اکران فیلم منتظر موند و دید که آیا زیبا میتونه جون خودش و فرزندشون نجات بده و در نهایت در تقابل خیر و شر کدومشون پیروز میشن. فیلم قاتل و وحشی ساخته جدید حمید نعمت‌اللهی که ساخت آثاری مثل آرایش غلیظ و رگ خواب رو در کارنامش داره. روند تولید فیلم سینمایی قاتل و وحشی در اواسط سال 1398 آغاز شد و به دلایل مشکلات مالی ساخت فیلم برای مدتی متوقف شد. دوباره در سال 1399 بعد از تأمین بودجه پروژه از سر گرفته شد و مراحل تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم به اتمام رسید. قبل از فرا رسیدن بهمن 1399 و آغاز جشنواره فیلم فجر در یک سری از اکران‌های خصوصی فیلم قاتل و وحشی نقدهای بسیار مثبتی از سینماگر و کارگردان بزرگ ایرانی دریافت کرد و حتی عده این فیلم رو متفاوت ترین اثر یک دهه اخیر سینمای ایران میدونن. اما برخلاف انتظارات به دلایلی ساخته جدید نعمت‌الله توقیف شد و مجوز اکران مردمی رو دریافت نکرد و فرصت حضور در جشنواره فجر 99 رو از دست داد. دلایلش رو میشه حد زد که من یه چند تاشم اشاره میکنم. اولیش سر تراشیده نقش اول یعنی لیلا حاتمیه. شاید بگید قبلا هم تو فیلم‌ها زن کچل داشتیم، پس چرا فقط به این گیر دادن؟ راستش رو بخوای قبلا کچل میکردم، ولی خب بیشتر کلا سرشون بود. تو یه سکانس در میآوردن کلا رو، تو سکانس بعدی میذاشتن سرشون و خلاصه با این جریان بازی میکردن. ولی اینجا کلا کچله، هیچی هم رو سرش نمیذاره و همینم باعث میشه به مزاج وزارت ارشاد خوش نیاد. تازه بحث گوش لیلا حاتمی هم خیلی شده، مثل اینکه گوشاش به نظر برخی از دوستان سکسی اومده و ممکنه ما تحریک بشه و خدایی نکره از مسیر بهش دور بشه. از اونور اونجوری که شنیدم تمایه های بردگی جنسی هم تو لابلای فیلم گنجونده شده که اینم خودش دلیلی ممکنه باشه برای مجوز نگرفتن. خلاصه میخوام بهتون بگم متفاوت‌ترین فیلم از نگاه منتقدا بوده که بعد از انقلاب ساخته شده و این میتونه جاده خاکی سینمای ایران رو آسفالت کنه و بعدش کلی داستانه جدید و کلاهای تراشیده و موضوعات جنسی ساخته بشه و از این مسیری که باز شده بیان جلو و ما هم کلی فیلمای جدید ببینیم. امید خدا. راستی بذار بهتون بگم کیا بازی کردن، حال کنید با این تیم و تیم بازیگریش. اوف، لیلا حاتمی که خیلی هم بهش نقد میشه که آقا این اصلا نمیتونه دو تا کلمه رو عادی ادا کنه و خیلی تو مصاحبات سوتی میده، ولی خب همینجا بهتون بگم تو بازیگری کارش حرف نداره و اصلا جای نقد نمیذاره. نفر بعدی شهرام حقیقت دوسته که فکر میکنم با اون قیافه تخسش بازم همه دوستش داریم و بازیاش همیشه به دل میشینه. امین حیایی هم که دیگه نگم براتون، نیازی نیست اصلا چیزی بگم در موردش. ستاره اسکندری، سام نوری، شهرام قائدی هم از دیگر بازیگر این فیلمه. فکر کنم اگه مجوز بگیره قرار پش برامون نمونه. مثل همیشه سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید. امیدوارم که از این حال هوایی که این مدت داریم میذاره دور بشیم. امیدوارم به اون جایگاهی که حق واقعی مردم ایرانه به سودی برسیم. تا بعد، خدا نگهدار.